بینندگان و هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و نهم از ماه می. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تن اصلی این سخن در روزهای چهارشنبه در واقع نوعی کریتیک هست. کریتیک یعنی نقد، انتقاد، و در واقع نشان دادن مغالطات در یک متن خود کریتیک است. یعنی شما دارید نقد میکنید، ضعف‌هاش رو نشون میدید، که البته واژه نقد و انتقاد در زبان فارسی فهمهای منفی دارد. میگوید انتقاد نکن، یعنی از من ایراد نگیر. اما کریتیک اصولا وقتی میگویم نقد ادبی، نشاندن نقاط ضعف و قدرت آن اثر است، فقط موضوع ضعف نیست. در باب نقد شخصیت ها هم باید چنین باشد. یعنی شما نقاط ضعف یک شخصیت رو نشون میدهید، نقاط قوتش هم نشان میدهید. بنابراین عرض کنم که در آینده ما در باب شخصیت های بسیار صحبت کردیم، بیشتر در واقع از آنها انتقاد کردیم. حالا فرصت پیش آمد در تاریخ کار و زندگی این شخصیت ها جنبه های مثبت اونها رو هم بررسی خواهیم کرد که این نقد در واقع صحیح باشه. اجازه بفرمایید امروز ما هیچ دفتر دیوانی در اختیار نداریم، در سفر هستیم. مثلا عرض کنم که یک غزل از کلیم کاشانی برای شما بخوانم. به احتمال این مشهورترین غزل کلیم هست، اما این چاپ های اینترنتی پر از غلط هست، پر از لغات نامفهوم هست. یک دقتی دوستان اگر بیشتر بکنن خوب خواهد بود. در هم غزل کلیم کاشانی چند غلط هست، حالا ما مجبوریم یا اون ابیات رو نخوانیم یا که به بچه که هست بخونیم. بله، میگوید پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت، تا به تن از تحمل رطل گران گذشت. اینجا آورده است ضعف تن. عذر میخوام، یه غلط فاحشی است. پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت، تا به تن از تحمل رتل گران گذشت. وضع زمان قابل دیدن دوباره نیست، رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. بسیار فلسفی و زیباست. وضع زمان قابل دیدن دوباره نیست، رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. در راه عشق گریه متاع اثر نداشت، صد بار از کنار من این کاروان گذشت. از دست برد حسن تو بر لشکر بهار، یک نیزه خون گل ز سر ارغوان گذشت. حب الوطن نگر که ز گل چشم بسته ایم، نتوان ولی ز مشت خس این آشیان گذشت. طبعی به هم رسان که به سازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان گذشت. در پیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. بی دیده راه اگر نتوان رفت، پس چرا چشم از جهان چو بستی از آن میتوان گذشت.
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، وان هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. این آقای کریم خاشانی عرض میکنند که از هم دوره های صاحب تبریزی است و این سبک و سیاق سراحن سبک هندی گفتن، سبک هندی. شعر ایران با پشتیبانی اشراف و خانواده های پادشاهی اوج گرفته بود همیشه. در روزگار صفویان که داستان امام زمان مطرح شد و قصه تاریخ شیعه و اهمه شیعه و اینها، اولین کسی که غزلی سرود، قصیده سرود در حق شاه اسماعیل، به جایی که به او صله بدهد به سنت پادشاهان قدیم، گفت آقا در حق من چیزی نگویید، بروید و در حق 12 امام شاعری کنید. خب شاعر در حق 12 امام شاعری کند باید گرسنگی هم بمیرد. تا بود این است که گروه گروه شاعرای ایرانی به هندوستان مهاجرت کردند و گور آنها در دهلی هست، چند صد تن، چه شاعرای ایرانی که از ایران رفته بودند، چه شاعرای پارسی زبانی که اساسا ایران را ندیده بودند. و این سبک رو اساسا سبک هندی میگویند. مضمون ها عامیانه است، حکما دیگر اهل شعر نیستند، به دست بازاریان افتاده. حالا کلیم و عرض کنم که صاحب و اینها که بزرگانشون هستند و خیلی خوب هستند، بیدل یا قالب، قالب دهلوی اینا خوب است، اما اغلب اشعار سست هست، مضمون ها غریب هست و در واقع به پای فصاحت و بلاغت عراقیان یا متانت و رزانت خراسانیان نمی رسید. این سبک هندی، ما یک شاعر داریم صادق سرمد، یک نامه نوشته است به مرحوم ملک الشعرای بهار و در این باب سخن گفته و سوال کرده و بهار جواب داده. میگوید سبک هندی گرچه سبکی تازه بود، ای کنون را عیب بی اندازه بود، یا عیب بی اندازه بود، سست و بی شیرازه بود، فکرها سست و تخیلها غریب، شعر پر مضمون ولی نادل فریب، و از فصاحت بی نصیب. بله این بوده است تا روزگار کریم خان. رفته رفته مردم خسته شدن، این مضمون های عجیب غریبی عرض کنم که اینا می ساختن و به میان می انداختن. عرض کنم این مثل این مضمون که فرض کنید اظهار عشق پیش ستم کرد ابلهیست، اشک کباب باعث طغیان آتش است مثلا. یا من از روییدن خار سر دیوار فهمیدم که ناکس کسی نگردد به این بالا نشینی ها. و از اینا هم تصویرهای در واقع ناهنجارتر دارن. میگوید دوش از برای مطبخش هیزم ز مژگان بردمش، گفت از کجا آورده ای خاشاک آب آورده را. مثلا باری از این روزگار کریم خان هست. حالا ما میرسیم روزگار فتحعلی شاه و دوره بازگشت ادبی هست به سبک‌های کهن. آدم های بزرگی آمدن مثل سروش اصفهانی، فروغی، قاآنی و در واقع این سبک هندی که یک نمونهش رو خدمتتون خوندم طی شد. اینقدر هست که در این سبک هندی ظرافت های خیلی خیلی لطیف و زیبا هست، تکبیتی ها هست، تکبیتی های خیلی زیبا، شعر قصص سمین داره، یعنی چاق و لاغر داره. شما کمتر پیدا میکنید که
یک غزل از ابتدا تا انتها ابیاتش یک دست باشه، مثل غزل حافظ یا سعدی. بگذاریم. خدمتتون عرض میکنم که یک دوستی به ما زنگ زد، بیشب بود، با کلی خوشحالی که آقا دیدید این جسدهای این پاسدارا رو در سوریه، اینا این جسد چی؟ گفتن که بله پاسدارا رفتن اونجا کشتنشون اینا، و من رفتم و نگاه کردم با خفت و خاری دو تن از سربازان ایرانی که گویا پاسدار بودن پشت ماشین بسته بودن، و یک تصویری همونجا بود که تلی از اجساد بچه های ایران در اونجا کشته بودند و بر روی هم انباشته کرده بودند. من خیلی خیلی باعث تأثیر از اینا فرزندان ایران و برادران ما هستن. من نمیدونم این چه کجا شادی دارد و چه خوشحالی دارد این خسران ها و این زیان ها و این تراژدی ها رو ما از استبداد داریم. هموطنان چه منفعت ملی در فرستادن سربازان ایرانی به سوریه نهفته است که ما نمیدونیم؟ این رژیم جمهوری اسلامی بر پاهای خیش لرزان است هموطن، ثبات پیدا نکرده و خودش هم میداند. و این جناب آقای خامنه ای متزله العالی، متزله العالی، این آقا بر خودش لرزان هست، میداند که نه به لحاظ علم آخوندی به آخوندهای بزرگ میرسد، نه مردم او رو پذیرفتند. و این فرهنگی که اینها 37 سال هست که میخواهند به مردم ایران تحمیل کنند، این فرهنگ این سرزمین ترد کرده این فرهنگ رو، نفی کرده این فرهنگ رو. این است که به طور روزمره نقشه میکشد و روز به روز زندگی میکند، امروز رو با بحرانی به فردا میبرد و مردم ما هم که هیچ امیدی به فردا ندارن متحیر و متعجب نشستن ببینن که چه اتفاقی میفته و که مملکت به یک ثبات و یک امنیت اقتصادی و یک گسترش اقتصادی میرسد که بتوانند برای آیندهشون تحت زندگی بریزن. پاسداران ایران، سربازان ایران در حلب اجسادشون بر روی هم انبار شده. من میخوام به شما عرض کنم که دیکتاتور برای اینجور قضایا کوچکترین ارزش قائل نیست. از نظر دیکتاتور، دیکتاتور مریضه. کم دیکتاتوری میشناسیم که مریض نبوده باشه، فکرش علیله. او نمیبیند که فرزندی از خانواده‌ای کشته شده است و چه مایه رنج ها یک مادری برده است تا این کودک جوان شده و نوجوان شده و به نیرو رسیده و توانسته است که فرض کنید که شغل نظامیگری رو قبول بکنه. اینا مهم نیست، اینا اون رو نمیبینه. او میبیند که یک تعدادی از نیروها کم شده که باید جاشو پر کرد دوباره استخدام میکنیم. از زاویه انسانی به قضایا نگاه نمیکنه. استالین هم همینطور بود، هیتلر هم همینطور بود. استالین دستور داده بود که
هیچ روسی تسلیم آلمانی نشود. خب این روسی تسلیم دادن حرف مزخرفی است در جنگ، چون سرباز در یک شرایط قرار میگیره که باید تسلیم میشه. در همون چند هفته اول جنگ دوم 6 میلیون سرباز روسی اسیر آلمان ها شدن. اینا رو محاصره میکردن، نظارت میگرفتن. بعد که جنگ تمام شد، متفقین بسیاری از این اسرای روسی رو میبردن تحویل روسا میدادن. از این سو میگرفتن، از این سو اینا رو تیربارا میکردن، زن و مرد. یعنی اگر دستور ولی فقیه نبود که شما به اسارت نیفتید، هموطنان خودشون رو میکشتن به دستور استالین. برای هیتلر هم اهمیت نداشت تعداد سربازانی که کشته میشدن، فقط در جنگ استالینگراد 250,000 نفر ارتش ششم به محاصره افتاد و از این 250,000 نفر 6,000 نفر توانستن نیاخاک رو ببینن. آلمان ها میگوین فادرلند، ما میگوین مام وطن، اونا میگوین فادرلند، پدر در واقع. هیچ اهمیتی نداشت. یک کتابی هست به نام Lost Victories، نوشته فیلد مارشال فون مانستاین، میگوید ما با این صحبت میکردیم اصلا براش اهمیت نداشت تعداد. میگفت خب این نیروها چی شد؟ این نیروها باشه از بین رفت، روشو پر کنیم. برای این آقا جناب آقای خامنه ای اهمیتی نداره کشته شدن سربازان، پاسدارها، اینا بچه های ایران هستن. و پیدا بود اغلب رو از فاصله نزدیک به مغزشون شلیک کرده بود. چون عکس یکیشون که سرش پیداست، از یک سوی صورتش جوی خون جاری شده بود و مرده بود، اون سرباز ایرانی. برای آقا اهمیتی نداره، ما بایستی به این حسد کمک کنیم که از طریق این حسد بتوانیم به حسن نصرالله کمک برسانیم و با اسرائیل دشمنی کنیم. آقا به ما چه ربطی داره؟ نه حسد به ما ربطی داره، نه حسن نصرالله به ما ربطی داره، نه اسرائیل به ما ربطی داره. هزار مشکل در این کشور ایران زمین هست که هیچ راه حلی براش پیدا نشده، اما ما در این گیرودار هستیم و در این اندیشه که به حسن نصرالله کمک کنیم و عرض کنم که با اسرائیل دشمنی بود. ما هیچ دشمنی با اسرائیل نداشتیم و نداریم و از این سیاست که رژیم پیشه کرده، یعنی دشمنی با آمریکا و دشمنی با اسرائیل، جز ضرر و زیان و خسران چیزی نصیب ملت ایران نشد. از اون گروگانگیری که پیامدش جنگ ایران و عراق بود و 500,000 کشته، تا امروز از این ماجراجویی ها جز زیان ملت ایران ندیده است. من از اسفندیار عزیز خواهش میکنم که یک موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم خدمت شما تو چند دقیقه. با درود مجدد و شما هموطنان گرامی، یک کتابی در دست من هست به نام دیکتاتوری خدا در ایران.
این کتاب رو یک مدرس محترم نوشتند و به دست من افتاده. یک نسخش هم در لس آنجلس یک روز آوردم و خدمت شما معرفی کردم. امروز بخش هایی از این کتاب رو برای شما میخوانیم، ببینیم که چه گفتن در فصل ششم. اینجا یک فصلی هست به نام ماه رمضان حقه مدعیان. خب من این مقدماتش حالا بگذاریم. میگوید که این قواعد، یعنی قواعد دینی را نوشتن تقدسیت، واژه نمیدونم صحیح باشه، میدهد و اجرای اون را لازم و به صورتی به خدا و آخرت پیوند میدهد تا اجرای اون توسط امت صادلوح برای همیشه تضمین شود. و جنبه های مادی قضیه برای این مدعیان خدا پایدار بماند. چرا مدعیان دین آنقدر به اجرای قواعد و قوانین دینی خود به وسیله امت اصرار می‌ورزند؟ زیرا اجرای قواعد و قوانین آن دین به خصوص سرسپردگی فرد را نسبت به سردمداران آن آیین ثابت می‌کند. این سرسپردگی و تسلیم در اسلام خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه اعراب ذاتن در فرهنگشون مردمان مغرور سرها رو بالا می گرفتن، به شمشیرها و کمرشون راه می رفتن، زیر بار کسی هم نمی رفتن، کسی هم کاری به کار اونا نداشت، چون نه شهرهای آباد داشتن کسی غارت کنن، نه می توانستن لشکرکشی بکنن در این سواری بیا و علب، نه شهر هم داشتن مهم، مثلا چند شهرک کوچیکم داشتن و عرض کنم که خرید فروش میکردن، زندگی میکردن، اما مردمان گردن فرازی بودن، به کرات و مرات من این مطلب رو عرض کردم خدمتتون که اینها عمدتا با صلح و صفا زندگی میکردن و به خصوص در ماه های حرام که اینها آدم کشی و عرض کنم که قتل و غارتی چیزی بود کنار میذاشتن و فستیوال بزرگ فرهنگی عرب حج بوده، در اونجا میرفتن و شما به این مراسم و مناسک حج آشنا هستید. جنگ و قتل و اینها اتفاق میافتاد، منتها درجه 50 نفر ممکن بود کشته شود و اینا، اما وقتی سرسپرده اسلام شدن و غیر خود رو جانور دیدن، به جان هم افتادن. یعنی خدا میداند اگه بخوام آمار بگیریم چه تعداد از این اعراب در سالهای نخستین اسلام کشته شدند و زن و بچهشون به غارت رفت و بعد داستان نماز که میگوید از منکر و فحشا جلوگیری میکند. نه، این برای شکستن غرور عرب و تسلیم آنها به آیین اسلام بوده، برای شکستن غرور کسی که هی بلند بشه و هی زانو بزنه و هی سرش بزنه به کوبه، دیگه غروری براش باقی نمیمونه، تسلیم میشه. اینجا هم میگوید که چرا اصرار میورزند، زیرا اجرای قواعد
قوانین آن دین به خصوص سرسپردگی فرد را نسبت به سردمداران دین ثابت می کند و مدعیان نیز بهتر می توانند از آنها سوء استفاده کنند. در ضمن قانون و مقررات به دین شخصیت مستقل به خود می دهد و مردم به هر حال چیزی خواهند داشت برای ادا در آوردن و به نمایش گذاشتن دین. دین کلیمی و عیسوی نیز قانون و قواعد مذهبی مخصوص به خود را دارند که تمام پیروان بایستی از آن پیروی کنند. البته در دین کلیمیان و مسیحیان آزادی بیشتر است و آنقدر اجباری که در دین اسلام نسبت به اجرای احکام دین اعمال می شود در دینهای دیگر نمی شود. پیامبران و مدعیان دین ادعا دارند که قواعد و قوانین دینی برای سلامتی، بهداشت و آخرت انسان مفید است. ولی با تمام این وجود عملا قواعد آنها مفت هم نمی ارزد و به جهان ثابت شده است اون چی که برای انسانها مفید است علم، قوانین منطقی و صحیح تصویب شده بشری است که مدیون کوشش و سعی دانشمندان و محققان است که سالها در آزمایشگاه ها به شدت کار کردن. قوانین و قواعد دینی که این مدعیان خدا از اونها قرنها عرض کنم که بله پیروی کردن اینجا مثلی که صفحاتی افتاده است. حالا بله از این تو چاپ شده است از بی ساختن نه بهداشتی است نه برای سلامتی مفید است و نه فایده اقتصادی دارد و نه دانش فرهنگی اجتماعی فرد را افزایش میدهد. بالعکس خطرناک، کشنده، فلاکتبار، مضر از نظر سلامتی و اقتصادی و نیز ارتجاعی میباشد. یکی از قواعد اجباری و مضر روزه است. معلوم نیست چرا ماه رمضان را ماه مبارک گویند، زیرا همه چیز غیر از مبارک است به دلایل زیر. اولا بهره‌وری در این ماه به شدت پایین میآید، به طوری که کشور از نظر تولیدی میلیاردها تومان ضرر می کند. دو، کارمندان ادارات با تأخیر سر کار می روند و زود هم اداره تعطیل می شود. کار به اون صورتی که بایستی انجام نمی شود و ارباب رجوعان سرگردانند. سه، فردی که روزه است مانند این که شاخ غول را شکسته و منت بر سر خدا گذاشته است. اولا هنگام سحر مقادیر فراوانی از خوراکی های رنگارنگ را می خورد و ساعت ها می خوابد. سپس در تمام مدت روز بی حال است و کار نمی کند. دائم منتظر است که موقع افطار برسد و شکمی از عزا در آورد. به محض شنیدن اذان شروع به خوردن می کنند و اونقدر غذاهای گوناگون می خورند که بیشتر به جای وزن کم کردن وزنشان اضافه می شود. در دورانی که ماه رمضان در تابستان قرار می‌گیرد، به علت گرما و طولانی بودن روز بدن آب از دست می‌دهد و خون غلیظ می‌شود و باعث سنگ کلیه و امراض قلبی و عروقی و دیگر امراضی که در اثر تغلیظ خون به وجود می‌آید می‌شود. خدمت شما عرض کردم که ابن سینا هم حکیم بزرگ ما ماه رمضان رو ماه مرزان نامگذاری کرد. پنج، خفقان و عدم آزادی خوردن در رستوران ها و بیرون از خانه برای کسانی که مسافرند و یا روزه نمیخواهند بگیرند و یا جز اقلیت مذهبی هستند و یا به دلایل پزشکی نمیتوانند روزه بگیرند. بشر آزاد است و شاید شخصی دوست نداشته باشد که روزه بگیرد. بنابراین هر فردی خود مسئول رفتاره خود می باشد و اگر ببینیم این چه می گوید اینجا این صفحه و اگر روز نرفتن این فرد تجاوز به حق دیگری نباشد، یعنی روز نگرفتن بکنم غلط چاپیست، هیچ قدرتی نمی تواند فرد دیگری را مجبور به روز گرفتن بکنه.
شش، کاهش عوامل تفریحی و شادی در ماه رمضان، گرچه در جمهوری اسلامی غیر از گریه و دیگر نمایش های تأسف‌بار مذهبی سیاسی چیز دیگر برای سرگرمی مردم وجود ندارند، ولی به هر حال در ماه به اصطلاح مبارک رمضان بایستی شادی و نشاط بیشتر باشد، چون ماه مبارک است، که البته چنین نیست. هفت، اونطوری که در دین اسلام ادعا می شود بایستی وعده غذا نخورده را به فقیر داد، ولی متاسفانه این چنین چیزی کمتر مشاهده شده است. در ثانی، دیگر چیزی باقی نمی ماند که به فقیر بدهند. افطاری می خورند و سحری. فقط یک وعده غذای ظهر را نمی خورند که عوض آن در افطار سحری هم از نظر کمیت و کیفیت جبران می کند. هشت، اون چیزی که برای بدن و سلامتی مهم است کار و ورزش است که باعث سوخت و ساز و فعالیت قلب می شود. در نتیجه سوخت و ساز و جریان های شدید خون رگها باز و مواد رسوب کننده در خون می سوزند و به انرژی تبدیل می شود. نه اینکه روزه گرفتن بدین منوال که رایگان مرسوم است. خوردن زیاد، خوابیدن زیاد و کار نکردن در ماه رمضان هم باعث افزایش وزن می شود و هم چربی و قند خون بالا می رود و از همه بدتر نرسیدن آب به بدن است که خون به شدت غلیظ می شود. نو، روزه گرفتن نباید باعث کاهش و یا تغییر در کارهای روزمره شود، چون روزه زمانی اثر مثبت خواهد داشت که انسانهای روزه مانند روزهای قبل که روزه نبودند به کار معمول خود ادامه دهند و در نتیجه باعث سوختن چربی های اضافی میگردند. اما اگر فرد فعالیت خود را کم کند و بیشتر بخوابد، دیگر بدن نیازی به کالوری نداشته و چربی ها باقی میمانند، به خصوص اگر فرد در موقع افطار و سحری مواد قوی چربیزا بخورد که باعث افزایش چربی هم می شود و البته وضعیت همین طور می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تظاهر به خوردن گناه و از نظر شرع حد دارد. در جامعه مراکز فروش غذا بسته یا نیمه بسته هستند. هیچ کس نمی تواند روزه خواری کند. این حالت برای مسافران به خصوص اگر مریض باشند، توریست هایی که منبع اقتصادی کشور هستند و اقلیت های مذهبی بسیار سخت است. طبق تضاد و زیبایی تضاد که در همین کتاب گفته شد، زمانی روزه گرفتن معنا و ارزش دارد که با تضاد خود یعنی روزه نگرفتن همراه باشد. یا به صورت دیگر، زمانی قدر نور را می فهمیم که تجربه تاریکی را داشته باشیم. زمان خوبی مشخص و ارزشمند می شود که بدی وجود داشته باشد. در غیر این صورت هیچ کس قدر عافیت را نمی داند. بنابراین روزه زمان ارزشمند و با معنی است که در کنار و جوار اونهایی که روزه نوستن قرار بگیرد و مقایسه شود و اون که روزه است ارزش زحمتش را در مقایسه به دست آورد. در واقع پیروزی و بر زمانی معنا دارد که در مقابلش شکستی و یا باختی باشد. خب این توضیحات این هموطن مدرس توضیحات علمی جالبی بود و فراموش نکنیم که در ادیان دیگر هم روزه هست و در آن روزگاران کار و زندگی نبود که یک جامعه پیشرفته صنعتی لازمش این باشد که کسانی که در سنین کار هستند از ساعت 8 صبح حداقل تا ساعت 5 بعد از ظهر کار بکنند. بیکار بودن آقا. بیکار. کاری نبود که انجام بدهن. کارخانه ای نبود که بدهن. زراعتی نبود که انجام بدهن. این است که فرمودن روزه بگیرید و همینطور بر جای مونده. و یکی از کنندگان صحبت اقتصاد کردن، شما هند هم تشریف ببرید ببینید که آقا شنبه شنبه تعطیله و مانند آمریکا. در ایران پنجشنبه جمعه رو تعطیل کردن و بعد شنبه شنبه هم تعطیل هست در کشورهای خارج. این سیستم های اقتصادی بین المللی 4 روز برای ایران تعطیل هستند.
یک هموطنی با من صحبت میکرد، میگفت آقا ما هندوانه میکاشتیم در اهواز، تا میجنبیدیم که اینها رو به کامیون بریزیم میشد چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ایران تعطیل بود، جمعه در واقع بله شنبه و شنبه دبی و کویت و اونجا تعطیل بود. این هندوانه ما میگندید گفتیم خب آخرش چه شد؟ گفت آخرش هیچ، ورشکست شدیم و آمدیم آمریکا. کسی در اندیشه داستان این که حالا اقتصاد زیانی ببیند که نیست. هموطن عزیزم قربونتون برم، پایه های دین و به خصوص خرافات شیعه رو بسی محکم کرد و همه اینها باعث استحکام مبانی دولت پربرکت جمهوری اسلامی می شود. اسفندیار عزیز، من از شما خواهش میکنم که یک موسیقی پخش بکنید و برویم و برگردیم، شاید با هموطنان صحبت کنیم تا چند دقیقه دیگه. درود مجدد بر شما بینندگان هموطن گرامی. یه مطلب جالبی نویسنده کتاب در اینجا آورده است، اونم در باب وضعیت کره زمین است. نکته علمی جالبی است. میگوید ماه رمضان و قطبین زمین. در سوره 2 آیه 187 قرآن میگوید و بخورید بیا شامید تا شما را رشته سفیدی یعنی صبحدم از رشته سیاهی یعنی شبانگاه پایدار گردد و سپس روزه را تا شب به پایان رسانید. این دستور برای مردمانی که در مناطق استوایی و غیر قطبی هستند صادق است، ولی میدانیم که در قطب 6 ماه شب است و 6 ماه روز، بنابراین خوردن سحری و افطار چگونه می شود؟ به نظر نمی آید که اگر خدا نویسنده کتاب باشد چنین بگوید، حداقل شرایط کره زمین را از نظر شب و روز روشن می ساخت. اگر قرآن کلمات صحیح خداوند است، بنابراین بایستی به دلایلی استوار باشد که نشان دهد دارای اشتباهات علمی واقعی نیست. مقصود از اشتباهات واقعی اون اشتباهاتی هستند که بتواند از نظر فیزیکی آزمایش شود. مقصود ما تضاد بین تئوری های علمی و قرآن نیست، بلکه مقصود ما بیشتر شواهد قاطعی است که میتوان اون را مورد آزمایش قرار داد. ابتدا بایستی به یک سوال جواب بدهیم، اول اینکه آیا صحیح است که قرآن را تحت قضاوت قرار دهیم، و بعد توضیح میدهد که بسیاری معتقدند که بایستی این کتاب رو چشم بسته قبول کنیم. وقت ما خیلی کم هست. اسفندیار جان میتونید خطا رو باز کنید و اعلام کنید اگه هموطنان صحبتی دارن یا سوالی هست، پیشنهادی هست، بشنویم تا ببینیم چه میشود. این کتاب دیکتاتوری خدا در ایران است که به صورت پولیکوپی عرض کنم که درست شده و از ایران خارج شده. مطالب جالبی دارد کتاب، در واقع یک نوع نقد جدید و نقد علمی است بر مسائل دین و مطالب قرآنی، چند که ملاحظه فرمودید و قطعاتش رو ما خدمت شما خواندی. دیکتاتوری خدا در ایران، این مایه کوشش که برای رد و نفی مسائل دینی در روزگار این آخوندها شده در تاریخ ایران نشده. آقا مردم کار خودشون میکردن، کسی به کار کسی کاری نداشت. مؤمنین بودند، مؤمن دارای معنی بود. عرض کنم که ماه رمضان دارای معنی بود. تلفن داریم و
مانیتوبایی صحبت بفهم. بله، قواعد دین بر مردم به زور این است که هر روز میبینیم یک کتاب بیرون آمده و نقد دین میکنند. عرض کردم این فرهنگ این کشور فرهنگ قدیم است و به این سادگی نمی شود اون رو عوض کرد و همه ذهنیت این مردم رو در خرافات غرق کرد به طوری که یادشون نیاید که هستند و چه هستند و از کجا آمدن. سوال بود آیستان یا با خط تلفن داری؟ من که چیزی نمیشنوم. شما صحبت بفرمایید، دوستان رو خطم باهاتون صحبت میکنم. بله بله، بنابراین مهمترین مطلب عرض کنم که جداسازی دین و دولت هست برای حفظ شرافت دین و برای حفظ منافع مردم. قرنها پیش آقا این اندیشه بیرمیان آمد که وقتی دین وارد دستگاه حکومت بشود دین فاسد میشود. بله بله، ایشون هر وقت آمدگی اعلام بکنن ما صحبت میکنیم. آقای مشیری جانم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم جناب مشیری، نمیدونم آیا فرصتی هست برای سخن گفتن با هم یا نه، ولی بنده هم میخوام عرض بکنم که جناب علی مثل بسیاری دیگری که این اعتراض رو وضع تابی کرده اند، همون اعتراض رو میخوام تکرار بکنم و از شما دعوت بکنم که در یک برنامه ای چنان که خود از اتالی هم دوبنده قبلا فرموده اید بنشینیم و با هم سخن بگیم و اولا دلیل این بی‌حرمتی هایی که شما به دین و به اعتقادات جمع کثیری از هموطنان ما میکنید این رو روشن بفرمایید و بعد هم ببینیم که آیا در مقوله آزادی بیان می گنجد اینجور اهانت ها و توهین ها و بی اطلاعی ها. این رو صراحتا عرض بکنند جناب مشیر خدمت شما، این سبک سخن گفتن شایسته کسی که دم از ادبیات فارسی می زند و دم از تاریخ ایران می زند نیست. من در خدمت شما هستم. بفرمایید ببینیم مقصودتان چیست دوست عزیز؟ مقصودم این است که جناب مشیری، بنده دبیری هستم که از قم خدمت شما زنگ میزنم و قبلا هم پشت خط بله، هم با هم صحبت کردیم چند بار و مقاله از بنده رو هم شما خوانده اید، فکر میکنم که به خاطر آوردید. بله بله، عرض میکنم که دعوتی هم از بنده فرموده بودید که روی خط با هم گفتگویی داشته باشیم. بله. و بله. هیچ وقت البته به این عهد وفا نکردید، نمیدانم دلیل چیست. من آمادم الان خدمت حضرت عالی، عرض میکنم که آماده هستم برای اینکه در یک وقت مساوی و عادلانه‌ای با احترام بنشینیم با هم صحبت بکنیم. من خیلی خوشحال خواهم شد. دوست عزیزی که صحبت میکنن از هموطنان عزیز ما هستن، ساکن قم، و به من زنگ زدن. فکر می کنم که عرض کنم که شما مثلی که به موقع زنگ نزدید دوست عزیز، فکر می کنم به موقع زنگ نزدید یا اینکه ارتباط درست نبود و یک کمی ناراحت بودید از اینکه ظاهر شوید بر روی خط. بیشتر دوست داشتید که مطالبتون گفته بشود.
نه خیر اینطور شما نیست و شما بنده اجازه منتظر بفرمایید تماس تا چیز عرض بودم و کنم الانم عرض میکنم روی همه خط چیز که اجازه آمادگی بدید دارم اجازه بدید تعالی اجازه اگر لطف بفرمایید همه چیز در رو معلوم بفرمایید اجازه بدید عرض کنم که در خدمت شما بودم هر قدیده در این گیتی بایستی نقد بشود دوست عزیز من. هزار اشکال در اسلام هست، هزار مشکل در اسلام هست که ضد بشری است. اینها بایستی که شما اینها رو تو 30 سال از من سخن میگن، یک کلام بیادبانه و توهین از زبان من صادر نشده. شما میخواهید که کل قضیه رو به همون وجهی که بوده ما مقدس بدانیم و بهش احترام بذاریم. من در عرض میکنم که چنین نیست. آقا اسلام در گام اول زن رو در مانند حیوان میشناسن. دوست عزیز خرید و فروش میکرده زن رو، برده فروشی میشد از در اسلام. اگر ممکنه خواهش کنم اجازه بدید من با شما صحبت کنم، 10 جلسه حاضرم با شما صحبت کنم. آقا برده فروشی رو شما چگونه توجیه میکنی؟ برابر ندانستن زن و مرد رو چگونه میخوای توجیه کنی؟ ازدواج با دختر 8 ساله 7 ساله رو چگونه میخوای توجیه کنی؟ کشتن غیر خود رو چگونه میتونی توجیه کنی؟ کافر رو چگونه میخواید معنی کنی؟ اینا چیزهاییست که روی هم انبار شده، هیچ کس هم جرأت نداشته، هر کس هم حرفی زد سرش بریده. حالا شما در باب این مطالب توضیح بدید ببینیم. خیلی خوشحال خواهم شد شما توضیح همتن ما روشن بشن که آقا با دختر 7 سالی میشه و ازدواج کرده 9 ساله. بفرمایید شماره تلفن بنده رو هم دارید شما؟ اگر هم ندارید بنده الان به اتاق فرمان شماره تلفن خودم رو خواهم داد دوباره. لطفاً شماره تلفن خودتون رو به اتاق فرمان بدهید. اما اینکه میفرمایید من خدمت شما زنگ میزنم و ما با هم صحبت میکنیم. شما اندگان شما نمیفهمید گناه های مشکلی این که توهین نکردم. من نمیدونم آیا کلمات از معنای عرفی خودشون مگه خارج شدن و مگه توهین مثلا شاخ و دم داره؟ همین نکته که الان حضرت عالی به طنز و تمسخر و تحکم فرمودید راجع به این که مثلا روزه گرفتن در قطب چگونه هست و 6 ماه شب است و 6 ماه روز و خداوند چرا فلان، خب یک امر خیلی ساده عقلی بدیهی است. در اون جایی که مثلا فرض فرمودید شب مستمر است یا روز مستمر است، خب به نزدیکترین نقطه جغرافیایی که در اونجا شب و روز وجود دارد میشود از اونجا تبعیت کرد. بنده فقیه نیستم اما فکر کنم نظر یک فقیه همین باشد. و این به فرض اینکه اصلا من آقای مشیری این رو مکرر میخوام از جانب بسیاری از بینندگان به شما عرض بکنم که اصلا فرض بفرمایید که یک نوشپرست، یک بت‌پرست، این ادبیاتی که شما سالهاست با سخن میگید، این ادبیات به جد مورد اعتراض بینندگان و مردم مسلمان ایران هست. آقای مشیری این رو نفرمایید شما که من توهین نمی کنم. شما از جانب خودتون صحبت کنید. یک حرفی رو بزنه اشکالی داره مطرح بکنه در یک فضای عادلانه به جواب بگیره. اول که این مطلب رو من از این کتاب خوندم تماس بفرمایید با بنده زمانش رو، من در خدمت شما و بینندگان هستم. اسفندیار جان تلفن دوست عزیز رو محترم رو یادداشت بفرمایید، ما باشون صحبت میکنیم. حتما ایشون معلم بازنشسته هستن، چند تلفنی هم به بنده زدن، از اون شیعیان داغ هستن و دارن از جانب مردم سخن میگوین. فکر کنم من بیشتر از ایشون با مردم در تماس هستم تا ایشون. ایشون در قم نشستن دوران بازنشستگی و میگذرونن به سلامتی. بسیار انسان شایسته و وجود نازنینی هستن، براشون احترام دارم. اما به هر صورت دیگه شیعه داغیست، قبول نمی کنن. آدم دینی عرض می کنم که محال است که بشود با آدم دینی بحث منطقی و علمی کرد. اصلا اینا دوتا با هم جمع نمیشه. ولی من حاضرم با شما صحبت کنم. شما به اون سوالاتی که من مطرح کردم ابتدا جواب بدهید لطفا، یا خودتون آماده کنید. و خیلی مطالب و مسائل دیگر هست که اینها اشکال اسلام عزیزم، اینها اشکال این گرفتاری و بدبختی که امروز هست، اینها برخواسته از مشکلات تعلیماتی و تئوریک
خود قوانین اسلام است. اینها رو باید نقد کرد، اینها رو باید بررسی کرد، در بابشون سخن گفت. هی ما اینا رو بپذیریم و قبول کنیم، تا کی ما باید اینا رو هم کنیم بر پشت کمر ما شکست دوست عزیز؟ اسلام چه بدهکاری ما داریم آقا به این اسلام عزیز؟ بدهکاری ما چه هست بفرمایید، مقدارش رو معلوم کنید. 800 سال که کشور رو غارت کردن بردن، بعد از 800 سال این همه قتل و غارت، تازه حالا ما مفتخر شدیم به شلاق و چشم برآوردن و دست بریدن و سنگسار کردن و اموال ملت رو بردن و خفقان ایجاد کردن و زور گفتن که چی بخور چی نخور، تو روزه گرفتی یا نگرفتی. این داستان هاست. مرتب چسبیدن به این که توهین. کدام توهین عزیزم؟ اصلا خود اسلام با توهین آغاز شده. خراب کردن معابد مردم توهین نبوده؟ اصلا با توهین پیشرفت کرده و قتل و غارت. توهین که چیزی نیست که، توهین که خیلی چیز پیش پا افتاده است، با قتل و تخریب معابد دیگران. آقا دیگران هم حق دارن عقیده داشته باشن، اسلام رو نپذیرن. باید چه کرد؟ گردنشون رو باید زد و معابدشون رو خرابه. ابتدای کلیله و درنه ابوالمعالی میگوید که تا کنون 1500 معبد خراب کرده این خانواده، یعنی خانواده محمود غزنوی. خداوند عمر این خاندان رو 1500 سال کناد. بیشتر مقصودش هندی های بیچاره بودن، خراب میکردن. هندی ها دوست دارن پول بریزن تو معابدشون، غارت میکردن، بعد خراب میکردن، تبدیل به مسجد میکردن، ولی هندی ها زیر بار نرفت. ده درصد. این است که شما اگر مطلبی دارید عرض کنم که بیاورید و دلایل خودتون رو عرضه کنید. هموطنان ما هم خیلی خیلی باهوش هستن، متوجه هستن. این نچسبید به این که شما توهین میکنید به عقاید ایرانیان، چند هزار نفر، چند میلیون نفر. ما هیچ توهینی نکردیم. آقا مطالب خودتون هست، کتاب هاست، اسلام هست، مهمترین کتاب های دینی اسلامی رو، مهمترین تاریخ های اسلام رو آوردید، از روش خوندید، حاضر دوباره این کار رو بکنید. بسیاری از قضایا ضد انسانی است. بله استاد محترم، من افغان هستم، از آلمان خدمت شما تماس میگیرم. بله میشه این آواز بره؟ بفرمایید. استاد محترم، من افغان هستم، از آلمان خدمت استاد محترم جناب مشیری صاحب عزیز تماس میگیرم. زنده باشید، بفرمایید. افتخار همه ایرانی ها، افغان ها و همه فارسی گویان جهان هستند. ما همیشه پای صحبت های بسیار خوب، علمی و حقیقت بین شما و کلمه حقیقت میگین او را ما میشنویم. شما باعث افتخار ماستین و شما هیچ وقت به کسی توهین نکردین. جناب استاد محترم، شما همیشه محترمانه گپ میزنین، ولی این توهین دشنا و این فوش و ناسازا خاصه آخونداست که اونا اصلا در آینه خود جناب شما را قضاوت میکنن. من مختصر خدمت شما اینمی گپا را عرض کردم و ما از شما بسیار آموختیم، نه تنها ما که بسیار کسای دیگه، فامیل های ما همه پای صحبت شما میشنن و دوستان و عزیزان ما. تشکر از شما، خداوند شما را زنده داشته باشه، عمر دراز نصیب کنه که امی برنامه هایتان را ادامه بتین و روشنگری کنین. تشکر از لطف شما استاد محترم مشیری. خداحافظ شما، ما وقت گرانبه های شما را نمیگیرم. خداحافظ. زنده باشین. از لطف شما برادر گرامی خیلی 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 سپاسگزارم و ممنونم از شما که لطف کردید و زنگ زدید. ما اینجا عرض کنم با اهریمن در جنگ هستیم دوستان. اینجا میدان جنگه، ما با اهریمن در جنگیم. این یک چیز قدیمه،
یک در واقع پدیده قدیم هست، سخنی قدیم هست که این ایران زمین پاک ما و این خاک هر از گاهی دچار اهریمنان می شود و بایستی با اهریمن جنگید و اون رو از خاک ایران زمین بیرون کرد و امروز ما دچار اهریمنان هستیم. اگر اینها اهریمن نیستند پس چه هستند؟ اگر اینها نمایندگان دین هستند من نمیدونم اون چگونه دینی است. این مایه جنایت که اینها کردند، این مایه عرض میکنند که زور که اینها به ملت گفتند، به خاک ایران زور گفتند، به کوه ها زور گفتند. آقا خاک مملکت رو فروختند. من شنیدم از منطقه سیستان هر روز چند کامیون خاک میفروشن به نمیدونم دبی یا اون بکاتی. اونا خاک ندارن، خاک آصف خیز ندارن، خاک وطن. اگر مطلبی هست بفرمایید در باب صحبت کنیم. به بنده تهمت توهین نزن. من به هیچ کس توهین نکردم و اساسا توهین کار رو از پیش نمیبره. اگر استدلال نیرومند باشه نیاز به توهین نیست. توهین کسی میکند که چندتش خالیه. دوست عزیز اسفند یارجان، اگر کسی هست از هموطنان میخوان صحبت کنن من در خدمت شونم. نمیدونم چقدر وقت داریم. سه دقیقه وقت داریم. بله، عرض شود که اون دوست عزیز محترم به من زنگ زدن، چند بار نامه نوشتن و با هم صحبت کردی اینها. پاسخ آقایون مثل آقای اسفندیاری جماعت میخوام یه چند دقیقه عرایزم رو خدمتون بگم. یک کتابی هم من نوشتم که من نمیخوام تبلیغ بکنم به انگلیسیه، در مورد ادیان ابراهیمی. آقایون بریم ادیان ابراهیمی رو مقایسه کنیم. ادیان ابراهیمی یعنی چی؟ یعنی یهودی، یعنی کلیمی و کریستیانیتی، کریستین و اسلام و بهای فیض. اینا همشون به خدای ابراهیمی اعتقاد دارن، میگن ادیان ابراهیمی. موقعی که از این طرف چهار تا پیغمبر 257 مورد مغایرت از یک خدا نقل قول شده. مثلا در بایبل عیسی میگه که جنسیت وجود نداره، همه فرشتن. در قرآن محمد میگه که هست، نمیدونم پری هست. چطور میشه خدا خارج از حافظه باشه و به عیسی بگه که جندر وجود نداره در بهشت، ولی به محمد بگه که حوری های بهشتی هست؟ این کتاب ها هیچ کدومشون حرف خدا نیستن. قرآن کجا کلام خداست؟ شما بسم الله الرحمن الرحیم که به شما 19 تا حرفه. این 19 تا حرف رو حساب سازی کردن و کردن با پی بیس این سوره ها و تمام سوره ها رو که شما جمع میزنید لدراش باید تقسیم بر 19 باشه. اون سوره هایی که تقسیم بر 19 نتونستن درست کنن اولش گذاشتن الف لام میم که تقسیم بر 19 بشه. من 30 سال حساب رس بودم، اصلا مستر دارم در auditing and taxation. این رو من فهمیدم، متوجه شدم که این حساب سازی، این الفاظی که گفتن اینا رو معنیش خدا میدونه. نه، این یه کاری کردن که تقسیم بر 19 بشه، بعدا میگن معجزه شد. بعد در قرآن هستش که میگه خورشید در چشمه لجن غروب میکنه،
چطور میشه خدا حرفی بزنه که خورشید تو چشم لجن غروب میکنه؟ اینا خیال میکردن زمین مسطحه. همون برنامه که در مورد مسیحیت و اون دانشمند محترم نیوتن پیش اومد. خب ببینید این هیچ کدوم از اینا کلامه. شما بخون کدوم جن، شما سوره جن برید بخون، جن کجاست؟ اصلا شیطان چیه؟ این شیطان اهریمن رو از زرتوش گرفتن اینها. شیطانی وجود نداره، همش مغز خودت آقا جون. کار بد میکنی یا کار خوب میکنی؟ کدوم شیطان؟ اینا تمامش حرفای بی‌معنی لافائله. خیلی متشکرم با ما و من بی نهایت از برنامه‌های جناب علی استفاده میکنم، لذت میبرم. کتاب منم تو amazon.com فروخته میشه ولی اسمش نمیخوام بگم چون اصلا جنبه تبلیغ نداره. ولی از این ادیان ابراهیمی رو مقایسه کرده و مغایرت‌هاش اونجا گذاشته. افتضاح. شما ببینید یه خدای ابراهیم چه فرمان‌های تناقض هم داده. اصلا عجیب و غریبه. روزه مثلا میگم وقت تمومه. روزه که عزیزم وقت تمامه، قربونتون برم، ممنونم از شما. نوزده همون به سال رحمان الله این که بشمارید ببینید که 19 تمام شاخص ها تمام حرف ها اینا تجسمات این آقایونه. این آقایون آقای مستعنی بودن با ایمان بودن. من راجع به پیغمبر ها صحبت میکنم، موسی و عیسی و محمد و ارسان هم حضورتون که با حالا. ولی توی ذهن خودشون متاسفانه خیال شدن با خدا صحبت کردن، واقعیتی وجود نداره متاسفانه. من رو زحمت میکنم خیلی از برنامه های جناب علی استفاده میکنم. بی نهایت متشکرم از حضرت عالی. متشکرم از شما هموطنان گرامی. وقت ما تمام شد. اسفندیار گرامی در اتاق فرمان تقریبا یک دقیقه پیش اعلام کردن که وقت ما تمام شده. از شما که نشستید و توجه کردید و لطف کردید.